به هم اعتماد کنید و یک لحظه چشماتون رو ببندید. تصور کنید وسایلمون رو جمع کردیم و از زمین جدا شدیم و داریم میریم به یه سیاره خیلی خیلی نزدیک. از منظومه شمسی خارج میشیم و برای دیدن این سیاره فقط کافیه 40 سال نوری از زمینمون فاصله بگیریم که توی مقیاس کیهانی میشه گفت خیلی بهمون نزدیکه. رسیدیم. میتونید چشاتون رو باز کنید. جالبه بدونید این سیاره توی یه منظومه قرار داره که سیاراتش خیلی شبیه به زمینن. دوست داشتید یه روز همه چیز رو ول کنید و بیایید اینجا؟ نمیشه که نشناخته بریم سمتش، پس بریم بشناسیمش. حالا که چشماتون رو باز کردید لایک یادتون نره. همه چی از سال 2017 شروع شد. هممون توی زندگی‌های روزمره خودمون غرق بودیم که ناسا اومد با یه خبر کل دنیا رو شوکه کرد. داستان از اینجا شروع شد که دانشمندای ناسا با تلسکوپ فضایی اسپیتزر مشغول بررسی یه ستاره کوچیک و سرد به اسم تراپیست 1 بودن. این ستاره یه کوتوله فوق‌العاده سرد از نوع M بود که حدود 40 سال نوری با ما فاصله داره، یعنی توی مقیاس کیهانی یه جورایی همسایه‌مونه. وقتی این خبر رو دیدیم فهمیدیم که توی این منظومه 7 سیاره کشف شده وجود داره که همه‌شون تقریباً اندازه زمینن. ولی چیزی که نفسمون رو بند آورد این بود که ستای این سیاره ها توی منطقه قابل سکونت هستن، همون جایی که آب میتونه به صورت مایع روی سطح سیاره وجود داشته باشه و همه میدونیم که آب مایع یعنی احتمال وجود حیات. ناسا بعد از این کشف بزرگ برنامه ریزی کرد که با تلسکوپ هایی مثل جیمز وب جزئیات بیشتری درباره این سیاره ها رو کشف کنه، از بررسی جوشون گرفته تا پیدا کردن نشونه هایی از آب یا حتی گازهایی که ممکنه به وجود حیات اشاره بکنن. بریم روی سطح و هر کدومشون رو بررسی کنیم و بعد به هم بگیم کدوم یکیشون وسوستون میکنه که همه چیز رو ول کنید و بیاید اینجا. هر کدومشون داستان خاص خودشون رو دارن. تراپیست 1B نزدیکترین سیاره به ستاره مادره. این سیاره خیلی به ستارش نزدیکه و هر 1.5 روز یک دور کامل به دورش میچرخه. دماش حدوداً 500 کلوین یعنی 230 درجه سانتیگراده و به خاطر این نزدیکی احتمالاً جوی نداره، یا اگر هم داره خیلی نازکه. البته توی روزهای اخیر وقتی دانشمندا تراپیست 1B رو با تلسکوپ فضایی جیمز وب بررسی کردن فهمیدن که این سیاره انگار یه جورایی داره یه راز بزرگ رو ازمون مخفی میکنه. مشاهدات قبلی نشون میداد که این سیاره احتمالاً یه سنگ خشک و بیجون باشه که به خاطر تابش‌های شدید ستاره مادرش هیچ جوی نداره، یعنی یه چیزی توی مایه‌های یه سنگ سوخته توی فضا. اما همیشه یه امای بزرگ توی علم هست. تحلیل جدید داده‌های جیمز وب یه چیز باحال‌تر رو نشون داد. ممکنه تراپیست 1B که دارید اندازش رو در مقایسه با مشتری و زمین خودمون می‌بینید، یه جو غلیظ و پر از دیوکسید کربن داشته باشه. حتی با یه لایه مه که خیلی شبیه به دود و آلودگی روی زمین خودمونه. حالا چرا این مهمه؟ چون این مه می‌تونه باعث بشه لایه‌های بالایی جو این سیاره از لایه‌های پایینی داغ‌تر باشن، یه چیزی که قبلاً توی قمر تایتن، بزرگترین قمر زحل هم دیدیم. ولی ترکیبات شیمیایی اینجا احتمالاً خیلی فرق داره. یه نکته دیگه که دانشمندا بهش اشاره کردن اینه که دمای سطح تراپیست 1B خیلی بالاست. این موضوع ممکنه نشانه‌ای از فعالیت‌های شدید آتش‌فشانی باشه. فکر کن سطحی که دائم داره جوش و خروش میکنه شبیه جهنم زندهی که توی فضا معلقه. یکی از کلیدی ترین سوالها اینه که آیا واقعا این سیاره جو داره یا نه؟ دانشمندا دارن بررسی میکنن که چطور گرما توی این سیاره پخش میشه. اگه جو وجود داشته باشه باید گرما از سمت روز به سمت شب منتقل بشه، ولی اگر جوی در کار نباشه گرما فقط توی سمت روز میمونه و سمت شب یخبندون میشه. حالا دانشمندا دارن درباره این احتمال هیجان انگیز صحبت میکنن که شاید تراپیست 1B یه نوع جوی داشته باشه که ما قبلا هیچ وقت ندیدیم، یعنی یه دنیای جدید با قوانین و شیمی متفاوت، چیزی که میتونه تصورات ما از سیاره‌های قابل سکونت رو به کلی تغییر بده. از چی داریم؟ یک سیاره با مه عجیب، دمای بالا و شاید هم کلی آتش فشان فعال.
دانشمندا هنوز به دنبال سرنخ‌های بیشتری هستن تا بفهمن این جو واقعاً وجود داره یا نه. این ماجرا فقط یه بخش کوچک از داستان جذاب ترپیسمان بیه و آینده مطمئناً پر از کشف‌های هیجان‌انگیزتره. اگر این سیاره رو دوست نداشتید، بریم سراغ سیاره بعدی. ترپیست 1C، دومین سیاره نزدیک. این سیاره هم به ستارهش خیلی نزدیکه و دماش بالاست. جیمز وب نشون داده که یا جو نداره یا اگه داره خیلی نازکه و احتمال وجود حیات روی اون خیلی کمه. ترپیست 1D کوچولوی منظوم است. این سیاره از زمین کوچیک‌تره و در لبه داخلی منطقه قابل سکونت قرار داره. ناحیه قابل سکونت رو به صورت یه حاله سبز رنگ در اینجا می‌بینید. این یعنی فاصله اون سیاره نسبت به ستارش اونقدر مناسب هست که احتمال داره آب مایع روی سطحش وجود داشته باشه. ولی خب هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. جیمز وب هم هنوز بررسی‌های دقیقی روی این سیاره انجام نداده. اما سیاره بعدیه که خیلی دوست داشتنیه. ترپیست 1E، شبیه ترین سیاره به زمین. این سیاره توی مرکز منطقه قابل سکونت قرار داره و جرم و شعاعش خیلی به زمین نزدیکه. احتمال داره جو داشته باشه و آب مایع روی سطحش وجود داشته باشه. جیمز در آینده نزدیک هم قصد داره این سیاره رو با دقت بیشتری بررسی بکنه. ترپیست 1F سیاره‌ایه که توی اون هم احتمال وجود آب هست. چرا؟ چون در منطقه قابل سکونت قرار داره و احتمال داره آب مایع روی سطحش باشه. تراکم پایینش نشون میده که ممکنه مقدار زیادی آب داشته باشه و بزرگترین سیاره این منظومه ترپیست 1G نام داره که در منطقه قابل سکونت هم قرار داره و ممکنه جو ضخیم یا اقیانوس‌های عمیق داشته باشه. هرچی دورتر میریم داره یختر و یختر میشه. ترپیست 1H دورترین سیاره کشف شده توی این منظوم است. این سیاره دورترین سیاره از ستاره مادره و احتمالاً خیلی سرده. به خاطر فاصله زیادش احتمال وجود آب مایع یا اصلاً حیات روی اون خیلی کمه. جیمز وب هم هنوز بررسی‌های دقیقی روی این سیاره انجام نداده. دستتون برای انتخاب بازه. البته چند تا سیاره دیگه هم داریم. حالا که کلی درباره ترپیست 1 گفتیم و کلی هم هیجان زده شدیم، بذارید بریم سراغ یه سری سیاره دیگه که هر کدومشون یه گوشه از کیهان منتظر کشف شدنن و شبیه به زمین خودمون هم هستن. هر کدوم از این سیاره ها رو با روش های مختلف و ابزارهای پیشرفته پیدا کردیم. آماده اید؟ اولین سیاره قابل سکونت کپلر 186F که توی منطقه قابل سکونت ستاره خودش قرار داره و از لحاظ اندازه تقریبا شبیه به زمینه. چیزی که این سیاره رو خاص میکنه احتمال وجود آب مایع. این سیاره هم با همون روش گذر یا ترانزیت کشف شد. تلسکوپ کپلر با دیدن اینکه نور ستاره مادرش در بازه‌های منظم کم میشه فهمید که یه سیاره داره از جلوی ستاره عبور میکنه. اندازه این کاهش نور و دوره عبورش به دانشمندا سرنخ داد که این یک سیاره ایه که احتمالاً میتونه میزبان حیات باشه. شماره 2 میشه پروکسیما قنتورس، نزدیکترین همسایه به زمین. البته پروکسیما قنتورس بی. پروکسیما قنتورس بی فقط 4.2 سال نوری از ما فاصله داره و به دور نزدیکترین ستاره به خورشید یعنی پروکسیما قنتورس میچرخه. اندازه و جرمش هم یه خورده از زمین بزرگتره و توی منطقه قابل سکونت قرار داره. البته ستاره شراره های قوی داره که ممکنه شرایط رو برای حیات سخت کنه. این سیاره با روش سرعت شعاعی پیدا شد. جاذبه سیاره در واقع باعث میشه که ستاره مادر کمی تکون بخوره و این تکون ها با ابزارهای دقیق قابل اندازه گیری بود. و اما بهترین سیاره کپلر 452 یا 452B که به عنوان نسخه دوم زمین شناخته میشه. این سیاره یکی از معروفترین سیارات فراخورشیدیه که همونطور که گفتم به عنوان زمین دوم شناخته میشه و در منطقه قابل سکونت یک ستاره شبیه به خورشید قرار داره و حدوداً هم 60% بزرگتر از زمینه. احتمال داره که جو داشته باشه و همینطور آب مایع درونش داشته باشه، ولی هنوز اطلاعات بیشتری نداریم. حالا شاید ما تا چند دهه دیگه نتونیم دقیقاً بفهمیم که آیا توی این منظومه ترپیست و سیارات دیگه زندگی وجود داره یا نه،
ولی همین که میدونیم یه جایی توی کیهان سیاراتی هستن که میتونیم بهشون فکر کنیم، خودش کلی الهام بخشه. انگار که این کشف بهمون گفت ما توی این دنیا تنها نیستیم، فقط باید دنبال بقیه بگردیم. حالا شما تصور کنید یه روزی قراره روی یکی از این سیاره ها فرود بیایم، شاید بچه هامون اونجا زندگی کنن و این داستان تبدیل بشه به افسانه ای که ما برای نسل های بعد تعریف میکنیم و اون موقع فقط میتونیم با هر کشف جدید یک قدم به این رویا نزدیک تر بشیم. این بود داستان تراپیست 1 و دیگر سیارات. خبرهای دیگه جیمز وب رو میتونید از اینجا مشاهده کنید.